سلام بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز با هم میخواییم به ترک جدید هیپوپولوژیست کاگان و آتور ریاکشن بریم از پادکست برخوردها به نام نبز. خیلی پیشنهاد کرده بودیم ولی انقدر این چند وقت آلبوم و ترک بود که یکم عقب افتاد. البته دیروز هم منتشر شده، زیاد دیر به کار ریاکشن نمیریم ولی به شدت مشتاقم ببینم که چجوری ها. سریع بریم و بیاییم و این ترک ها با هم گوش بدیم. اول از همه کانال سابسکرایب میکنی حتما سابسکرایب بکنی، کامنت انگلیسی هم بذار حسابتون نپره. نکته دوم که هشتگ گازکد فراموش نکنید، هر جا توی فضای مجازی فعال هستید هشتگ گازکد بذارید تا خانواده هم بزرگتر بشه. این پایین هم همه فضای مجازیمون هست، اگه فعال نکردین حتما فالو بکنید. بچه‌ها من همونطور که توی ویدیوی قبلی گفتم دارم یه ایده به سرم زده و اونم اینه که میخوام ازتون که شما این قسمت دوم اینترو که میگم کانال سابسکرایب بکنید، هشتگ گازکد بذارید و اینکه این پایین همه فضای مجازیمون هست کجاست؟ این پایین اینو از خودتون ویدیو بگیرید، حالا نه اینکه مثل من دقیقا مثل من تکرار بکنید یا تقلید بکنید، با ایده خودتون با خلاقیت خودتون، ولی فقط به اینکه سابسکرایب بکنید هشتگ گازکد و فضای مجازی رادیو اکتیو زون. اینو توی ویدیوتون بگین، از خودتون فیلم بگیرین، حالا هر جایی میخواد باشه، توی فضای باز باشه، تو اتاقتون باشه، سر کلاس باشه، هر چی باشه باحال‌تره، خلاقیت بیشتر باشه که ویدیو هم باحال‌تر میشه. واسم بفرستید توی ایمیلی که اینجا میذارم و توی کامنت ها پین کردم و میخوام ازش استفاده بکنم و هر ویدیو یکی از ویدیوهای شما رو میذارم که در واقع اینتروی کانال بشه و بعد دیگه من یه راست میرم سر آهنگ، دیگه لازم نیست که اولش صحبت بکنم. بریم ببینیم که نبض هیپوپولوژیست چجوری هست. میدونم که یه تیکه‌ای به یکی فکر کنم به پوبون انداخته سرم، قضیه‌ای که خب با پوبون داشتن و کاگان با پوبون یه مشکلی بینشون پیش اومده بود. بریم ببینیم چجوری هست. هالسکو دکتر رفو گربا شیت واو بیشتر پزشکی حال میده ترپ سیاش کردم الان داره نه. این فکر کنم اولین بیتیه که آتور دریل زده، احتمالا حالا نوشته پرودوس با آتور و کاگان، شاید دراملاینر رو کاگان زده ولی کلیت کار با آتور بوده، نمیدونم. بیشتر پزشکی حال میده ترپ سیاش کردم الان داره نفس، مافیا منو دوست ندارن چون به هیچ گونده ای نمیدم تکس. بیشتر پزشکی حال میده ترپ سیاش کردم الان داره نفس، مافیا منو دوست ندارن چون به هیچ گونده ای نمیدم تکس. برام ماشین ساختن هر روز قدیم رو پای خودم، هم منوس نه مارکت میومد سمتم نه زیر زمین منو کردش قبول، اون سروش بود میره پی بقیه هیپوپولوژیست میره. حالا این قضیه زیر زمین رو گفت، من خیلی خوشحالم که بچه های نسل 4 اصلا براشون مهم نیست که زیر زمینن یا رو زمینن یا مینستریم یا مینستریمن، هم هیپوپولوژیست هم چرسی هم چند تا بچه دیگه هستن نیش و چند تا دیگه، هم با زیرزمینی ها دارن کار میکنن هم دارن با مینستریم ها کار میکنن. الان همین هیپوپولوژیست با آتور کار کرد، با حامد سلش کار کرد و با لیتو هم تو کار کرد، یعنی اصلا مهم نیست و این خوبه، امیدوارم که این فرنگی بره جلو. اومد سمتم نه زیرزمین منو کردش قبول، اون سروش بود میره پی بقیه هیپوپولوژیست میره پی خودش، شب و بچه میکنه رولو پرش بی سی دبل ای جو پلو خورش واسه سروش میگرفتن تصمیم دکتر رفو نمیشه تصمیم درس خوندم همه روز. او داره سروش رو شخصیت سروش رو که خود مثلا دکترش باشه مقایسه میکنه با شخصیت هیپوپولوژیست که رپره، میشه تصمیم درس خوندم همه روزا واسه سروش میگرفتن تصمیم دکتر رفو نمیشه تصمیم درس خوندم همه روزا تخمیم و ولی الان جلوم لم میده بدبین از حرف و عمل دارن تناقض همه فیکن دنبال تمارز، سروش بهم میگه بکن تجویزی هیپوپولوژیست میگه بکن تجاوز این واقعیه نگیر بلوف شلا. چی گفت؟ میگه هیپوپولوژیست مغزش مریض دریل کار رپره، میگه تجاوز کن اون میگه بهش تجویز کن، یعنی سروش دکتر میگه آقا به جای اینکه مغزشو تجاوز کنی یه دارو براش بنویس سوکیش کن. سروش بهم میگه بکن تجویزی پاپولو چه باحال ایده است، میگه بکن تجاوز این واقعه نگیر بلوف شلون رفو کمه با دوکی موتورش، سروش بهم میگه بکن درمانی پاپولوژیست میگه بزن بکشش، رفیقم با دیگار شده مرو میبرن سیف از شهر نشه حواشی، سروش بهم میگه بکن سول ولی کندوکی باج نمیده به گنگ مجازی بشه قرار رد منو ببره میکنم بازش ببینید چطوره، سروش بهم میگه بساز فامیلی پاپولوژیست میگه تاش تروره، سروش میگه بمون تو بند و دکتر میگه شروع کنیم جنگو، کاگان شروع میکنه توییتر رفیقم تموم میکنن تو استریت. بیشتر پزشکی حال میده ترپ چقدر باحال بوده تا اینجا، اصلا واقعا مارکت رپ فارسی رو دستش گرفته ولم نمیکنه. البته
هیپوپولوژیست ناست بسه یاش کردم الان داره نبس مافیا منو دوست ندارن چون بهش گنده ای نمیدم تکس بیشتر پزشکی حال میده ترپ سه یاش کردم الان داره نبس مافیا منو دوست ندارن چون بهش گنده ای نمیدم تکس سروش میگه بسازم بچه ولی دوکی میگه بور بزنیم بچه مدیسین چی گفت گنده ای نمیدم تکس سروش میگه بسازم بچه ولی دوکی میگه بور بزنیم بچه مدیسین این خیلی بده گنده ای نمیدم تکس چه دو شخصیتی عجیبی هم مثلا یکی مثلا بچه مثبت دکتری یکی بچه خلافکار دریلکار مثلا وحشی گنده ای نمیدم تکس سروش میگه بسازم بچه ولی دوکی میگه بور بزنیم بچه مدیسین مونی ترپین مونی کش بیاد اندازه شیخای جده دنبالش نبودم دنبالم فیم داداش تاسلر از زیر سنه اگه دشمنامو میکنم خیمه چون نصف ابن سینا نصفم گیمه با اون پول اومدم نساتور که الان گنگ میام رو بیت آتور قسم خوردم واسه نجات میگه با آمپول اومدم نه با ساتور یعنی میگه آقا من اینطوری نمیدونم که فقط دیس کنم بیام بالا با خودم اومدم بالا برنامه اومدم رو بیت آتور واقعا یه افتخار رفتم رو بیت آتور با آمپول اومدم نه ساتور که الان گنگ میام رو بیت آتور قسم خوردم واسه نجات آدم آتش جونم و نجات داده پیستول سروش میگه بمونی مخفی هیپ هاپ دماغو میکنه برفی اون خوب کنه این یکی سمی با تفنگ چقدر باحاله میگه سروشه شخصیت سروشه داره میگه آقا لازم نیست نقم مثلا بولدش بکنی مخفی بکن هیپوپولوژیست میگه آقا کوکائین بزن دماغو برفی کن بیت آتور قسم خوردم واسه نجات آدم آتش جونم و نجات داده پیستول سروش میگه بمونی مخفی هیپ هاپ دماغو او اینجا هم که میگه قسم خوردم که نجات بدن جون آدم اون قسم نامه بقراط دیگه که دکترا میخونن با آمپول اومدم نه ساتور که الان گنگ میام رو بیت آتور قسم خوردم واسه نجات آدم آتش جونم و نجات داده پیستول سروش میگه بمونی مخفی هیپ هاپ دماغو میکنه برفی اون خوب کنه این یکی سمی با تفنگ بادی نگی فاز جنگی بازن در آن دریل میاد لندنی اومد آلا زومی شده خطری همه اوجی ها ریختن یوتیوب رفورت بیمارستان شده بستری را میرم کله کچر شیت چی گفت شده خطری همه اوجی ها ریختن یوتیوب رفورت اینو باش هستن واقعا میگه همه اوجی ها افتادن یوتیوب یعنی همه رپرهای اوجی اوریجینال قدیمیمون افتادن رو یوتیوب حالا همشون که نه ولی خب اکثرشون اومدن رو یوتیوب این موومنت این جنبشه میتونه خوب باشه میتونم بد باشه ولی تا الان ضربه ای به رپ فارس نزده ولی خب بیشتر اون شخصیت هست که مثلا بیشتر جای دنیا یه دیواری هست بین تماشاشی بین مخاطب و رپر ولی خب یوتیوب اون دیواره رو برمی‌داره چون خیلی خودمونی میشن این شاید مثلا روی شخصیت آرتیست و مخاطب اثر بذاره ولی روی کیفیت رپ فارس سالا به نظرم ضربه‌ای نزد در اون دریل میاد لندنی اومد و لازمی شده خطری همه اوجیا ریختن یوتیوب رپ فارس بیمارستان شده بستری را میرم کله کچل توی گتو درد فروکاران بالا شهر چتو واسم از مزرعه میاد کیلوی دکتر شوخ صد کل مارکتو هرس در اومد دو کی قویه بودی همو پورنگ میزدم بخیه لیریکال جینیس میام بالا نکافر کردم شیت اینه دیگه به پوبون داره میگه دیگه اون مصاحبه معروفی که با همون پورنگ داره اومد دو که قویه بودی همون پورنگ میزدم بخیه لیریکال جینیس میام بالا نکافر کردن و موزیکای بقیه پاس میدم عشقان پاس میدم رزا لزا کسی چپشم نیست ازا پولو هنگ ساز نمی ازا هم یکی از بچه های پوبون یعنی بچه ها که نکی از کسایی که با پوبون میخونه بیشتر کنن سبک همو میخونن لزا کسی چپش هم نیست ازا علی ازا پولو این ساز نمیدم مفلس و بعد میزنن زیرشو میکشو بیشتر پزشکی حال میده ترپ سیاش کردم الان داره نفس مافیا منو دوست ندارن چون بهش گنده نمیدم تکس بیشتر پزشکی حال میده ترپ سیاش کردم الان داره نفس مافیا منو دوست ندارن چون بهش گنده نمیدم تکس شیت چقدر کار قوی بود یعنی اصلا میگم یک کار نبوده که ما ریاکشن بریم یا خودم حالا قبل از اینکه شروع کنم ریاکشن به هیپوپولوژیست به خاطر قوانین کپی رایتی که داشت یه بار نشده من از این بشر کار گوش بدم و قوی نباشه خودش و تیمش کاگان و خب آتورم که طبیعتاً اصلا اسطوره واسه خودش من که خیلی حال کردم نظرتون رو حتما توی کامنت سکشن بنویسید و اینکه بچه‌ها یادتون نره که از خودتون ویدیو بگیرید و بفرستید به ایمیل که من بذارم توی ویدئوی کانال از الان به بعد حرف دیگه ندارم تا ویدئوی بعدی فعلا یو اکتیوی ترم از ماری کوری واسه ما نگیر تو سیست حالی بودی تلنت تینه که داری گوچی آره دوبار تو هم حالی بودی هفتش رو جمع کنی حواست تو از الان بشین پلن فرار تو چاقا در نیار تو سیاه بازی سیاه هم باشی میگیم شهر به تو جل من تو نگاه فلو عوض کنم فلو بازی میشی له و لفرده اصلا من تو